سلام با تمام بیننده های عزیز ویژه برنامه هلال هیت از طریق تلویزیون طلوع. مصطفی سامی هستم، گرداننده برنامه امروز. در قدم نخست باز هم ایام شریف عید یکا یک شما مبارک باشه. این بار خوشبختانه ویژه برنامه هلال هیت از شهر تورنتو مهمان خانه های شما خواهد بودیم. آرزو دارم که چند لحظه که در جریان برنامه با ما هستید خسته نشید و از برنامه لذت ببرید. مرسل جان، عید شما مبارک باشه. تشکر مصطفی جان، سلام به خودت و به همه هموطنان عزیز. عید به همه شما دوستا تبریک میگم. خدا کنه عید پر از برکت و خوشی داشته باشین. در این برنامه ما میمونای ویژه داریم، با ما باشید. خب دوستا، در این قسمت برنامه دو میمون ویژه داریم. یکی از استادان موسیقی که افتخار موسیقی افغانستان هستند، از سالها میسرایند، هنرنمایی میکنند. بیاین که دعوت بکنیم از استاد محترم الفت آهنگ و پسر نازنینشان قیس جان الفت. سلام مصطفی جان. سلام قیس جان، خوش آمدین. استاد معزز سلام برسان. تشکر، بسیار خوش آمدین با ویژه برنامه هلال هیت. تشکر، بازم سلام. عید از صمیم قلب برای وطندارای نازنین تبریک میگم. بسیار دقم آوردیم که دید کدشان نیستم، دوی چده نیستم و مرا سعی کنین که پدر جان میجاست وقت ما صحبت شروع کرد. استاد محترم، در قسمت نخست عید شما تبریک باشه. عید شما مبارک. قربانتان تشکر. و عید تماما هموطنهای خود که در داخل کشور و خارج از کشور هستن، همین لحظه سلام های احترام خود برای هر یکشان و سلام های پدرهای ما استادهای افغانستان که تیر شدن، گذشته که استاد سرنگ، استاد شهیدا، استاد میا، استاد یعقوب قاسمی، بسیار استادها تیر شدن. سلام های از وار از فامیلش برای هر یک وطنداره خود تقدیم میکنم. خدا کنه جور صحتمند باشه. قربانتان تشکر. استاد، از اینکه یادم نره در قدم نخست از جانب خود خدمت شما تبریک عرض میکنم که در آخر اطلاع حاصل کردم که مدال، عالی ترین مدال دولتی جمهوری اسلامی افغانستان از میر مسجدی خان از آن خود کرده. از طرف ما همکارای ما خدمت شما تبریک باشه. تشکر. همین دفعه که رفتم افغانستان دعوت کردن مرا، خود امی دکتر صاحب اشرف غنی امی یگانه مدال که برای ما دادن، بله، مدال میر مسجدی خان، بله، برای ما دادن بود. یک خواندنا هم کرده بود، چندین خواندنا بازم امو لطف کردن در سینی ما چسباندن. دیگه مدالا و چیزا زیاد گرفتیم، از کشور هند گرفتیم، از کشور افغانستان. دیگه این مدال پرترین افتخار که برای ما رسید از طرف دکتر صاحب، برای ما لطف کردیم. مبارکتان باشه. باز هم مبارکتان باشه. استاد، سوالا خو زیاد است. چقدر خود خوشبخت احساس میکنین که در کنار قیس الفت پسر نازنینتان هستین؟ والا خوشبخت هستم که کنار قیس جان هر لحظه که ما میبرای میگم بچیم چی وقت پس میایی، چی وقت میری، همین گپ فامیلی و زنان از گفتن من نمیمونه. قیس جان یک دقیقه ما از پیش نظر ما دور نمیشه. خدا کل اولادا را خواست قیس جان الفت واره نصیب هر پدر و مادر، هر پدر و مادر هم یه آرزو داره که میگه. قربانتن بر من مصطفی جان، جای افتخار است که امروز اولین بار بعد از مصاحبه ها من خوشبخت هستم که پالی پدرم میشینم و صحبت میکنم، از صحبت های از اینا لذت میبرم. و چیزی که من میخوایم که پدر جانم یادآوری کنه، همی ایدای تورنتو چطور است آقا جان؟ والا ایدای تورنتو هر جای افغانای ما هستن شکر، همو اید و همو برات و همو نوروز سالگردهای خود میکنن و خوش هستم ازشان. مثال کار نیک میکنن، خدا همی ایدار در افغانستان بره. الهی امین. میگه یک بیت هست باش که بیت هم یاد ما نیست، ولی اما در فکر نوروز است.
اید اما در فکر اما در فکر عید نوروز است. من در ماتم یار محرم صد شرف دارد از این عیدی که من دارم، از عیدی که من دارم مال افغانستان یادمه، او کوچه دوستا و عزیزای ما خانهایشان رفتیم شدیم، هر عید ما نوروز بود. او وقت خداوند حالا ما او حالا برکده خدای خوندش یک حال راز موفقیت برای آمین. استاد برای طول عمر شما دعاگو هستیم. تشکر. خداوند شما را زنده داشته باشه، عمر طولانی نصیبتان کنه. مرسل جان چی گفتنی دارین شما؟ اول خو استاد محترم خوش آمدین در برنامه. تشکر، زنده باشین. شما تبریک میگم و قیجال به خودت. قربان تان، تشکر. زنده باشین. چی حال دارین؟ خوب هستید؟ فضل خدا. مرسل جان عزیز خوب هستم. تقریبا یک مدت 4 ماه میشه که از کابل آمدیم، پس در تورنتو می باشم و فعالیت های هنری زیادتر هستک، لیکن دوستا و همکارا که کدشان روزمره در بوجه بودم خیلی یادشان میکنم، دق شدیم پشت همه گیشان و بخیر. پس این مریضی کورونای چی؟ کورونا رو بخیر میشه بایاری خدا دفعه دفعان مردم اینجا سابقه ما در یک وقتی بود که دیدا در چندین هید کرده بلتون ما در پاکستان در پشور در کویتی بلوچستان خدا و وقتش ما میرفتیم میخوندیم روز اولی دومی سیومی 7 روز اینجا جشن میگرفتن. در پاکستان هم جشن میگرفتن؟ آه. افغانستان چی؟ در افغانستان چه جشن های بدن؟ و افغانستان چی میکنی؟ میگم که با قرقه با تپه بغمان، تپه استالف، هر روز ما با خدا عید بود. ولی هر روز ما عید بود. خداوند باز ما روز بزر ما بیاره. ایجا نیست که آرام هستیم ما. با خدا از سر دل کده دل ما نارام هست با خدا. میگم خدا چه وقت آرام میده؟ در افغانستان و وطن ما با وطن دارای ما اجرایی بود. قیش جان از شما بشنیم، گفتین کارهای هنری بیش از حد زیادتر شده، از کابل ترک گفتین فیلان به ایج هستین. بله شنیدم یکی از آهنگای نوتان به خیر به مارکت عرضه میکنین. بله بله یک نامش شدیده. بله ما یک پرومو انداختم تقریبا نه اول اید خود کل دوستا وقت شنیده باشنش. یک آهنگ است به عنوان مزه میتا و ای آهنگ بسیار بخشی نباشن واو نامو خدا. ای آهنگ من فکر کردم که بعد از دیر وقت بعد که من آهنگ های آرام میخوانم آهنگ های شاد میخوانم که دوستا کم ذره شادتر باشن و بالخصوص در این وقت بسیار یک وقت خوشایند نبود برای همگی، مریضی، رفیقا دور، فامیلا دور، در خانه کارانتین می بودن یا دوستا دور بغل کشین، بازی آهنگ ثبت کردیم، ویدیوش جور کردیم که به دوستا ببینن در یوتیوب هم هست و اکسکلوسیو در تلو میتونن ببینن. خب بسیار خوب و بسیار اگه آهنگ شیرین است. خب ما زیاد پرسان نمیکنیم که چی هست که مزه میده. خوردنی است، نوشیدنی است. ریلیس اول هیچ وقت ریلیس شده دیگه، کل دوستا اون خوا دیده باششان. خب من یک زمزمه کوتاه میکنم که میگه که عاشقی در جوانی مزمتا، با لطف و مهربانی مزمتا، گاه در کوچه گاه در سر بام، دیدار یار جانی مزمتا، مزمتا مزمتا، مزمتا مزمتا. مزه داد. مزه داد. بالکل بالکل. خب دعای شما بالای دعای شما سگ آقا. بسیار جان هست. قربانت دعا گوش باشین. عمرتون نصیبتان میکنم. دعا کل جوان افغانستان دعا میکنم والا. با خدا شاهد. تشکر استاد. پیام دارین در آخرین لحظات این بخش برنامه هست. پیام دارین یا کدام زمزمه توفه توفی ایدی بر ما زمزمه چیز میکنی؟ توفی ایدی داله قیجا اصلا فردی ما مزه میده درست است؟ بس ما میفهمدم آخرش یکم شما اضافه کردیم که مزه میده دیگر. پیام ایدی دارین پدر جانم شان یک پیام بتین برای دوستا وطندارا. چی پیام؟ پیام ایدی؟ پیام ایدی تان خوار بیادرهای عزیز، اولادهای عزیز، پدرهای عزیز، از ما که بزرگتر هستن خوارای عزیز، دستای شانه می بوزم
خداوند برکت سید عالم، برکت توفای روی نویسه، برکت آقای کل شریف، برکت خداوندی پاکت خدایا، برکت اکسل عالمی در افغانستان، که از این بر بختی از این روزگار مسافری ایجا اوجا سواب پستم، کوچه خودم و وطن خودم و خانه خود دم جای خود دل والا کنیم، وطن دارای خود را بگویم میدید مبارک شکر که با ایدام بخیر میشه. بخیر با امید ازی که بخیر گفته شما امشان. یک روز شبه که همچو برنامه که امروز در کانادا ثبت میکنیم در شهر تورنتو در افغانستان با شما و یک جا ثبت میکنیم. قربانتان تشکر. یک بار دیگه قیس جان خوش آمدین. آرزو دارم که همیشه همتون بدرخشین و زیبا بدرخشین. تشکر باز هم ایدتان مبارک باشین. شما مبارک. ایدتان مبارک خدا. تشکر قیس جان و استاد محترم. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم. خوب از آن دل باز هم مهمان ویژه داریم. یکی از هنرمنده است که با هزاران اشتیاق آهنگایش شما میپسندین و میشنوین. هنرمند دلها از کشور دوست برادر تاجکستان که با نام و چهره ایشان همگی آشنایی کامل دارن، صدرالدین نجم الدین مهمان ما هستند. سلام علیکم. صدرالدین جان خوش آمدید. ایام شریف ایتان مبارک باشه. سلام سلام. سلام به بیننده های عزیز نازنین تلویزیون طلوع و عید سعید قربان به تک تک آنها تبریک میگم و آرزو میکنم که خداوند به همه آرزوهاشون همیشه در زندگی برسونه. خبر شدیم که یک سال میشه در شهر تورنتو زندگی میکنین. چی احساس دارین؟ راستی یک سالم نه، از یک سال زیادتر میشه. و زندگی هنرمند همیشه همی هست که یک سال یک جا زندگی میکنه، یک سال دیگه در یک جا دیگه. حال تقدیر ما دیگه ولی در این دو سال اخیر در تورنتو بوده و فامیلم که همراه ما بود اجاره خوش کردن و گفتن میخواییم فعلا همجا باشیم و ما هم دیگه امر دلی او را اجرا کرده استودیم. شکر خدا ما هر جا که فامیل خوش باشه ما همونجا خوش هستیم. بسیار خوب. سرنج جان شما گفتین که زندگی یک هنرمند مثل مهاجر واره میگه یک وقت در یک کشور ما مهاجر گفتنی بود هر کشور خودش گفته میشه، درست؟ نه. چی احساس میکنین در وقتی که شما گفتین بین یک سال یا یک و نیم سال میشه در تورنتو هستین، در تجلیل عید بین تاجیکستان و جامعه افغانی یا تاجیکی در داخل شهر تورنتو چی فرق شما میبینین؟ اگر همین سال 2020 در نظر داشته باشی مصطفی جان بسیار فرق کرد، چون که اصلا عید نبود، مثل هر دفعه که نماز عید است و بعد از آن خونه دوستا با مهمونی میریم، لیکن فرقیتش ما خیلی کم نه، چون عید گذشته مثل عیدهای همیشه عادی ما عید کردیم با خونه های دوستا، هم با خونه های همدیگر مهمون شدیم مثل همیشه، مثل که همو دعوتنای خود ما جشن میگیرنید. لیکن این سال دیگه چی میگم متفاوت بود، دیگه خیلی بود. قرنطین کل چیز خراب کرده. راست میگین. تمام من میفهمم برنامه های همه ما را بر هم زد، نمیفهمم که کنسرت های شما بالای دست داشتین، کارای نو هنری داشتین، همش به فعالیت های ادامه دادین یا مثل همگی شما زمان مقید بود؟ این قرنطین که در دنیا شد به همه ضربه خچه رسان، این چونین به ما هنرمند ها و ما هم بسیار پروژه های زیاد در سال در نظر داشتیم، کنسرت ها و ثبت های ویدیو کلیپ های جدید، لیکن افسوس کلی اونها یعنی و تاخیر گذاشته شد و انشالله دعا میکنیم شاید امی ماه ها و روزهای نزدیک کلی چی برطرف شود و باز پس گردیم با کارهای همیشگی خودمون. انشالله دعا میکنیم. ما دو چیز خبر شدیم میگن که یکی صدرالدین آهنگ پشتو میسرایه و دیگه میخواید که اگر این مشکلات که ما هم مقید هستیم به خاطر مرض کشنده کرونا ای که به اختتام بیافه، صدرالدین میخواید کابل بره. بله بله، من در کابل نازنین یک شب مهمون بودم و هیچ بسیار برای من کم است در زندگیم و من بازم همیشه آرزو شکردم، چون در یک شب من عاشق شهر شدم، چون من از پیشم عاشق افغانستان، عاشق کابل، عاشق شهرهای افغانستان بودم همیشه، چون همیشه افغانستان وطن دوم خود حساب میکردم و بله. چون ما یک زبان داریم، یک فرهنگ داریم، فقط ما را با یک دریا جدا کردن، لیکن انشاءالله پولا را ساخته استدیم. بله انشاءالله با همش در آینده نزدیکتر میشه از طریق فرهنگی ها و هنرمندان مثل شما. ما کوشش میکنیم که سرحدها دور میشه و از بین میره.
شلو آهنگ پشتو ما وعده کردم بسیار دوستای پشتو دارم پشتو زبان دارم و همیشه در کنسرتام هم شکری خدا که پشتو زبانوی عزیز هستن بله. و من میخونم یک دو خوندن پشتو که همون بلد هستم امورا بسیار همیشه وقتی خواهش میکنم ما برای اونو میخونم بسیار. و نه چون نه تنها خوندن پشتو اینشینی خوندنای هزارگی هم و خوندنای ازبکی هم نام خدا من چون در تاجیکستان هم ملت ها زیاد زندگی میکنن به مانند ترکمن ها و ازبک ها و مثال روس ها بله. فقط پشتو زبان ها در تاجیکستان خیلی کم هستن بله. از این خاطر ما همیشه کوشش میکنیم در هر محفلی باشیم هر ملتی باشه احترام شه بجا بیارم و یک خوندن از اون ملت اگر بتوانم حتما میخوام قربانتان تشکر مرسل جان از قیس جان الفت و از پدر جانشان پیشتر یک زمزمه هم شنیدیم نه؟ ما بله. گفته بودیم که از هنرمندایی که امروز در برنامه می داشته باشیم تو فرقه های شیرین و کوتاه از پیششان چیز می خواهیم بله. چی نظر داری خودت؟ یک زمزمه کوچک که با ما بکنین؟ ما در خدمتون هستم همیشه خوشبخت میشم که زمزمه ما باید اون کس اگر در کو باشه با جان دل شیران چی را بخونم اگر؟ یک آهنگی که خوش شما بیاید خودتان خوش راستی همی عادت هست که همون آهنگ میگن همیشه در وقت زمزمه را درخواست کردن ها وقتی میگن به خواهش خودتان باشه باید در فکر میزنید چی را بخورم کدام آهنگ باشه با آهنگای شما همی زیباست قشنگ است زنده باشید خوش دارین اگر خبر نداری از دل من بدون من عاشق و مستی تو هستم نگاهت میکنم هر جا که باشی تو را من به بهانه میپرستم سفر میکنم هر بار در هوایت با امیدی که باشم هم صدایت اگر من را به دل داری نگیری بازم میشینم هر شب سر راه نمیشه های نمیشه در این دل کرده ریشه در حلقه نازی دو چشمت قلبم گرفتار است همیشه به 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 بسیار اگر جای زیبا بود اجرای بسیار جانانه بود بله وقفه خوب عزیزان دل برنامه ما هنوز هم ادامه داره در لابلای برنامه مهمانای ویژه را داریم هنرمندای ویژه را داریم که بر شما اجرات زنده را خواهد داشتن در این قسمت برنامه دو زوج که عاشقانه می سراین عاشقانه می نویسن و عاشقانه زندگی می کنن دو شاعر و نویسنده توانای کشور ما هارون جان راون و نیلوفر جان ظهوری راون امروز مهمان این بخش برنامه ما هستند سلام نیلوفر جان خوش آمدین در برنامه هلال عید چی حال دارین ایده به شما تبریک میگم سلام به شما و به همه بیننده های عزیز ایده هم به شما و به تمام هموطنان گرانقدر صمیمانه خوجسته باد میگم آرزو میکنم ایده خوب و خوش داشته باشن ما همچنان پیش از اینکه مبارک باد بگویم میگم که ایده است دمی که خصه ها خنده شود از سینه بلای کینه ها کنده شود زشتی بخورد ز خان پیغمبر عشق عقده به خدای آشتی بنده شود من به نوبه خود ایده به شما عزیزا و همه عزیزان ارزشمندی که ما را تماشا دارن مبارک باد میگم و آرزو میکنم که خوشبختی گل باشه که همیشه در لبهایشان بشکفه خب یک بار دیگه هم خوش آمدین در برنامه هلال عید ما از ایمانای خود سوالات مختلف داشتیم چون بخشای فرهنگی میخوایم از شما این سوال کنم که زندگی دو شاعر که وقت میخواین یک جا باشن و مثل همسر یک دیگر میشه امیر شما کوتا یا شما یا نیلوفر جان توضیح بتین زندگی دو شاعر لبریز از شعر و سرایش است لبریز از مهر و عاطفه و صمیمیت نظر به اشتراکات زیاده که بین ما هست ما یک دیگه خود بسیار خوب درک میکنیم امو حال و هوا یک دیگر خوب درک میکنیم و
در کنار یک دیگر بسیار خوشحال هستیم و خوشحال هستیم که زندگی را با شعر نفس می کشیم. هر زندگی جنگ داره، زندگی ما شعر جنگی داره. بسیار مقبول. هارون جان، شما خیلی شوخ طبیعت هم هستین، برای از اینکه نویسنده هستین، شاعر هستین، ما اطلاع دارم با بسیار هنرمندای ناب افغانستان همکاری دارین، همیشه همراهشان برشان اشعار می نویسین، فکر می کنم کمپوز هم میکنین، میشه در این باره چیز توضیح بدین؟ ما با هنرمندای ارزشمند افغانستان و تاجیکستان همکاری تنگاتنگ دارم، البته یک اندازه محدود ساختیم به خاطر که درس می خوانم، اما بیشتر رابطه ما همراه استاد وحید قاسمی، همراه قیس جان الفت، جواد جان کریمی، گاگای کت جاوید شریف هم همکاری مستقیم کتی ندارم، اما بعض وقت جوانای هم هستن که استعداد خوب دارن و نیاز به دستگیری دارن، یعنی اونا رو هم همکاری میکنم همراهشون. مثلا کمپوز نمیسازم، ای کاش که ای ظرفیت هم میداشتم. خب بسیار خوب. خب ما دعا میکنیم که بخیر روز شبه که کمپوز هم بسازم. قربانتون، ای کاش. سلامت. خب نیلوفر جان، شما پیشتر از شعر جنگی گفتین، وقتی که شما شعر میگین به یکی دیگه تان، کدامتان زیادتر واه واه میگین بعد از اینکه شعر میگین؟ شعر هر کس که هنرش بیشتر بود. اگر ما شعر خود بسرایم و به هارون جان بخوانم، طبعا او واه واه میگه. اگر هارون جان بسرایه و بر ما بخوانه، اولین نفر هستیم اتمن که از یک دیگر میشنمیم. اگر خوشم نبه میگه. نه، خوشم اتمن میگه. من شعرهای هارون جان بسیار دوست دارم. شاعر بسیار توانا از بدون ازی که از جایگاه همسرش حرف بزنم، از جایگاه یک خواننده بسیار خوب شعرش، که شاعر بسیار تواناست و همیشه شعرهایش واه واه داره بر من. دیگه متقابل است. مال تو نگوین که بیننده نگوین که یال یک دیگرشون رو تعریف میکنم. تعریف میکنم. اگر بتونه بود ما به یک نتیجه ازدواج نمیرسیدیم. اما تو که من غزلهای نیلوفر جان واقعا دوست دارم. غزل بسیار شیرین و منحصر به خود داره. دیگه وقتی در شعر هنر، نه تنها در شعر، در هر پدیده که هنر وجود می داشته باشه، ناخودآگاه آدم واهوا میگه. حتی خودت نخواهی بگوی واهوا، در نهادت، در درونت یک واهوا جوش میزنه، طبیعی میباشه. بله، بدون شک. خب آیا کدام وقت به خانمتان کدام شعر نوشته کردین؟ اگر نوشته کردین آیا میتونین بگوین؟ من یک غزل چند بیتش میخوانم که برای نیلوفر جان سرودیم، در وقت نامزدی. بیا در سینه قلب باورم باش، صدا خشک است در چشم ترم باش، دمی که حسرتم را می تکانم، کم لب باز کن خونیاگرم باش، و گاه آسمان تا ابر غرق است، تو چتر مهربانی بر سرم باش، تماما یخ گرفته انتظارم، کم با حرم چشمت در برم باش، سرا پا آب میگردم برایت، بیا ای نازنین نیلوفرم باش. بسیار محبتتان بسیار نشان دادین. لطف میکنین. سلام، شکر. بر صورت خوشحال هستم که باز هم دو اردوی شما را در برنامه با خود داشتیم. تشکری میکنم از چیزایی که سرودین، چیزایی که خیلی عاشقانه بود. بازم خوش آمدین. پیام دارین؟ شنگار. من یک غزل تقدیم میکنم به تمام بانوان نازنین سرزمینم. نام خدا. بسیار خوب. بس بیاین که غزل شیرین شما رو هم بشنویم. از دل لاله های مهر زمین داغ رنگ سیاه میچینم، از دل لاله های مهر زمین داغ رنگ سیاه میچینم، خسته از سرنوشت تاریکی، نور از چشم ماه میچینم، میروم بین قصه های کهن، باغ گند و گناه و داغ و دروغ، از سر صدر باور کاذب، آن نخستین گناه میچینم، رنگ کوچیده تبسم را روی زخم سکوت میریزم، گل فریاد میشکوفانم، با
برگ خشک تباه میچینم. بین حمام خون رابعه ها میکشم رسم عشق و پیروزی از سر حارسان و وارثشان، رسم تاج و کلاه میچینم. با قیام قلم قدم به قدم میشوم پیک پای پیروزی، با قیام قلم قدم به قدم میشوم پیک پای پیروزی، بر لبان واه واه میارم، از گلو آه آه میچینم. بسیار مقبول، تشکر نیلوفر جان. با امید یک افغانستان آری از تعصب، خاصتا برای بانوان این شعر را اجرا کردین. امیدوار هستم که امو حاصل دموکراسی هم در افغانستان بخیر پیاده شود، که تا بانوان افغان که در کشورهای دیگه خارج از افغانستان زندگی میکنن، بانوان افغانستان هم بتانن به مو آزادی زیست بکنن. باز هم تشکر از حضورتان در برنامه. انشاءالله که در برنامه های بعدی شما را با خود با هم داخل داشتیم. سپاس از شما. تشکر. چشم سیاه با قدیر اصان سفید نبهان دل زارم کردی، زان چشم سیاه با قدیر اصان. ای یارم بیا دل دارم بیا، ای یارم بیا دل دارم بیا، دل مایل تو دارد سزاوارم بیا، دل مایل تو دارد سزاوارم بیا. Thank you.
عشقی خاره دی باز یار کشی جفای بسیاره دی در کوی وفا اگر شبی خاره دی باز یار کشی جفای بسیاره دی هرگز نکنی شکایت زاره دی زنهاره دیل زنهار زنهاره دیل هرگز نکنی شکایت زاره دیل زنهاره دیل زنهار زنهاره دیل سفید نبهاله دیل زارم کردی زان چشم سیاه با قدیر اصا سفید نبهاله دیل زارم کردی زان چشم سیاه با قدیر اصا ای یارم بیا دل دارم بیا ای یارم بیا دل دارم بیا دل مایل تو دارد سزاوارم بیا دل مایل تو دارد سزاوارم بیا ای یارم بیا دل دارم بیا ای یارم بیا دل دارم بیا دل مایل تو دارد سزاوارم بیا دل مایل تو دارد سزاوارم بیا ای یارم بیا دل دارم بیا ای یارم بیا دل دارم بیا خب عزیزان دل برنامه ما هنوز هم ادامه داره ما را دنبال بکنید. خوشبختانه باز هم دو مهمان عزیز و ارجمند در کنار ما هستند. دکتر سیف غوث زلمی ژورنالیست پرآوازه کشور ما و همچنان فضل جان حکیم هنرپیشه فوق‌العاده عالی سینمای افغانستان. جناب دکتر سیف خوش آمدین و فضل جان حکیمی سلام خدمت شما و عید هر دوی شما مبارک باشد. عید شما هم مبارک. عید شما هم مبارک. خداوند بخیر عید واقعی نصیب بکنه که در امن و امان بتونیم به یک تبریکی بگوییم. قربان تون تشکر. و مراسمش انجام بدیم. میشه کم روشنی بندازین درباره فلسفه اصلی عید؟ سوال بسیار معقول و بجا است. ما شما تنها از عید امیره به خاطر داریم که شوید خواه ما نمی برد تا صبح شوه کالای نو خود بپوشیم و مسجد به خاطر ادای نماز بریم پس بریم دیگه قربان قربانی بکنن جگرش کباب کنیم، گوشت کباب بکنیم و کسایی هم در این روز روزه میگیرن و میگن که با گوشت قربانی افطار کردن بسیار ثواب داره ولو این روزه 2 ساعت یا 3 ساعت هم باشه. اما عید قربان یا عید اضحا فلسفه بسیار خاصی داره که ما عقل قاصر خود میخواییم بگوییم که خدایا تو همیش کمکم کن که تا نفس ما با قربانگاهت بیارم و از تو میخواهیم که قربانی شدن نلرزیدن و نلغزیدن عنایت فرمایی یا رب جانان. آمین. عید ممکن 3 فلسفه خاص داشته باشه یا 3 نکته مهم از نظر ما که اول پدر با بچه خود استقلال فکری میده، آزادی اراده میده، برش مستقیم رو که راست میگه که ما چون خواهی دیدیم و میخواییم که تو را ذبح کنیم. کسی را که رنج ها کشید تایی بچهش به دنیا آمد. اسماعیل. اسماعیل ذبیح الله. دوم یک ارتباط عاطفی بین پدر و پسر که چقدر با محبت برای پدر خود میگه که یا ابت یا ای پدر جان. نمیگه که من را ذبح کنم. میگه ماموریتی که داری انجام بده. یک نقطه بسیار نازک عاطفی باریک داره. و سیوم ادب از بدرگاه آفرینش بدرگاه آفریدگار که آدم میبره به بالاها. اینال اید یعنی پاماندن بالای شیطان یا نفس. امی که ما میگیم چرا خواسته های ما برآورده نمیشه با مقاصد خود با مقاصد خود نمیرسیم ما هم در درون خود هر کدام یک ذبیح داریم او را آیا ذبح کردیم یعنی راست میگم این ذبیح ما چی بوده پدر مادر
عشق، پول، فرزند و و و تا که او را ما قربان نکنیم به هدف نمیرسیم. و حضرت ابراهیم علیه السلام بار اول هم مستقیم برای بچه خود نگفت که من تو را میکشم، گفت که یک تناب با یک کارت بگی میریم هیزم میاریم. آمدن در دامنه که ایجا یک مسجد برای مسجد خیف، خیف جایی را میگن دامنه که در بین دو کوه باشه. بعد برش گفت که اینی گپ هست، من خواب دیدیم. پدر میگه که دستور خدا را انجام بده، اما چند خواهش دارم ازت که اول مرا بسیار محکم ببندی تا ما به اصطلاح شتنک نزنم، دامنت جمع کن که خون آلود نشه، و لطف نکار تیز باشه پدر که زود ببری که من راحت شوم که مرگ بسیار سخت است. ایچه ببینین یک فلسفه بسیار نازنین داره، و وقتی که میخوای کارده با گلوی بچه خود بانه، جبریل علیه السلام به امر خدا کارده پس میکنه. اما مقوله معروف است که میگه خلیل میگه ببر، جلیل میگه نبر، و از گوشی امی دامنه یک قچ میگه به جای اسماعیل ذبیح الله، و ایره حلال میکنه یا زغم میکنن که اگه متوجه باشیم باید قچ قربانی شوه، اما ما کمتر قچ دیدیم، معمولا گوسفند یا بز، گوساله، گاو یا شتر قربانی میکنن. که میگن از گوشه چپ امی مسجد خیف صدا آمد که خوابت تصدیق کردی و اراده خدا و دستور خدا را به جا آوردی ای ابراهیم. اینال ما کوشش کنیم که او ذبیحی که در درون ماست او را بکشیم تا به مقصد خود برسیم. بشک. و در اخیر یک دو بیتی یادم آمد که میگن سر کوه بلند یک خوش گندم، سر کوه بلند یک خوش گندم، غریبی میکنم در ملک مردم، غریبی کرده کرده خوار گشتم، دلم میشه با وطن، دلم میشه با وطن پس بگردم. تشکر. بسیار ممنون. بسیار. تشکر. تشکر. از اینکه خیلی زیبا توضیح دادین. خواهش میکنم. قربانتان، یک جان سپاس. با نظر داشت وقت شما بسیار کوتاه است. خواهش میکنم. میفهمم ما هرچی از شما بشنویم خیلی پند است. سلام. ای کاش وقت برنامه بیشتر می بود که میخواستم از شما بیشتر و بیشتر بشنویم. حتما حتما. حکیم جان، نازنین، شما دوست داریم که شما به نام حکیم جان یاد شوید. به مو خاطر ما هم شما را حکیم جان یاد میکنم. باز هم خوشبخت هستم در کنار یکی از بهترین هنرپیشه‌های سینمای افغانستان است. فضل حکیم یگانه هنرپیشه افغانه که در فستیوال بین‌المللی شهر تورنتو در فرش سرخ فستیوال قدم گذاشت. نام خدا. افتخار شما، یک کف میزنیم. افتخار مرسل جمعه، افتخارات هنر هفته ما. یقینا مرسل جان. مصطفی جان، درباره فرش سرخ صحبت کرد. چی احساس دارین که اولین هنرپیشه افغانستان در فرش سرخ قدم گذاشت؟ با عرض سلام برای سامی صاحب نازنین، خانم مرسل عزیز و مهمان عزیز ما. احساس بسیار خوش است. احساس است که واقعا میتونی ببالی که و در دیار غربت زندگی میکنی، از هجرت یک کار خرد یا بزرگ نصیبت میشه، یا از تلاشت یا از زحمتت یا از کم بیش استعدادت، و زمینه مساعد میشه که تو راه پیدا بکنی به یک فستیوالی که فستیوال بسیار بزرگ است، اوجم به صفت یک افغان قدم میگذاری. واقعا احساس خوشی بود، احساس عزیزی بود، هیجان وجود داشت و واقعا خوشحال بودم. زنده باشین. تشکر. بسیار زیاد بخیر. جناب دکتر، سوال آخر اگر کوتاه بگوین که ما چون طفل بودیم با شما را در تلویزیون میدیدم، خیلی به ادبیات شوق و علاقه داشتم. شما خو نیستین کلا نزدیک میبینید. نه خیر. میشه که برام بگوین که یک کاری که در جوانی نتونستین یا امکانش نبوده یا چانسش پیدا نشده، اگر شما همو ژورنالیست جوانی که در تلویزیون افغانستان ایفای وظیفه میکردین، من یکی از کلپایتان دیدیم که با امیتاب بچن سوال میکنین، یک ترجمان و جشته اونا رو درست ترجمه میکنه، اگر پس دوباره به موجب به موز سن و سال بر بگردین، چی خواهد، چی باید میکردین یا میکردین؟ والا ما اگر پس خداوند مرا دوباره عمر بده، پس نوجوان شوم، جوان شوم، اینمی کارهایی کدیم بازم میکنم.
بسیار خوب. بسیار مقبول. ما به خاطر از این میگم که بله. میگن هر کی را چند روز نوبت است. اما از روزی که من به تلویزیون آمدم بار اول سال 1359 خود ما بود. اولین برنامه خب برنامه زراعتی بود. قصاش کشوال است. بله. برنامه به اصطلاح بسیار لوکس و کشکیش پاسخ چیست بود. بله. ما گفتم شاید یکی دو سال بعد اگه کسا مرا بشناسه ما در پروگرام سیم چهارم بود میفتن این اون آدم نیست تلویزیون است. و تا به امروز اینمی ملت غیور و با پاس ما و قدرشناس ما غوزلمه میگن هم در داخل هم در بیرون. اومد یک وقت یک محفل میرم بزرگا جوانا مثل شما وقت قدر میکنین من میگم خدا شکر. اول از دربار خدا شکر میکنم که از خدا راضی هستم که فضل خدا هم صحت خوب داده هم فامیل خوب شکر داده هم زندگی عادی پیش میبرم و ای که مردم از من خوش هستن خدا از اونا خوش باشه و من از خدای خود راضی هستم. پس اگر دوباره غوزلمه شوم باز اینمی کارای کردیم خدمتگار مردم بودیم باز خدمتشان خواهد کردیم تا که زنده است. بسیار از دکتر سپه بسیار تشکر. مرسل جان از حکیم جان چی سوال دارین؟ بله مصطفی جان. خب حکیم جان میتونین کمی درباره کارهای هنریتان به ما بگوین؟ زنده باشین مرسل عزیز. من مدت کم میشه که آخرین فیلم خود خود نمیشه که آخرین فیلم بگویم چون دو فیلم دیگه در راه بخیر انشالله فیلمی که با بازار عرضه شده در یوتیوب گذاشته شده قبلا در نمایشاتش در سری از کشورهای اروپایی و افغانستان و کانادا ختم شد. فیلم به نام قصاب بود که یک روایت بسیار دردناک از قصه های مهاجرت های افغان عزیز ما بود. خب از فیلم بسیار استقبال خوب شده ولی دردی بود که هر کس که در دیار هجرت رفته بود و درد احساس میکرد. دوستا بسیار رو سخت استقبال کردن و بسیار خوشحال هستم و آرزو دارم که قسمت دوشم بسازم و دو فیلم دیگه بخیر دراز تکمیل است نمایشاتش ختم است. آرزو دارم که بعد از این بتونم اونا رو هم در شبکه اجتماعی و در یوتیوب برای همتاران عزیزم به نمایش بگذارم. آرزو دارم که همیشه هم تو ما رو استقبال کردن کمک کردن حمایت کردن مردم ما که ما سخت بهشان مشکور هستیم. آرزو دارم که این محبتشان در قسمت ما ادامه بدن. جناب دکتر صاحب یک بار دیگه از شما خوش آمدید میگم. عید شما مبارک باشه. آرزو دارم که عمر طولانی را خداوند نصیبتان بگردانه. باز هم خوش آمدید. امید روزی سپاس. ایدهایی که واقعی باشه. عید شما و همتاران عزیزم مبارک. زنده باشید. تشکر. بعد از یک وقفه کوتاه باز هم خوش آمدین در برنامه هلال عید. خب مصطفی جان در این بخش برنامه یکی از میمانای بسیار عالی و خوب داریم، میتونین دربارش بر ما بگوین؟ بله مرسل جان، خوشبختانه هنرمند بسیار خوب که پشتو را چقدر شیرین میخوانند اجرا میکنند ایمل جان زاخیل، پسر استاد زاخیل و میرمن قمرگل. ایمل جان با برنامه هلال عید شما را خوش آمدید میگم. عید شما مبارک باشه. جان سپاس. خوش آمدین. تشکر مرسل جانی. خپل په نوبت باندې اول خو تاسو نه مهرباني تشکر چې خپل دې خولي پروگرام تم راوغختلم. بل دغه خسته پروگرام د خوانه ټولو مینوالو ته د اختر مبارکي د زړه له کومه وړاندې کومه. تاسو دې هم اختر مبارک قربان شم. مرسل جان تشکر. خوشحال هستم که با شما هستم. خب ایمل جان آیا آماده هستین که یک توفی ایدی به علاقه مندایتان داشته باشین؟ چرا نه مرسل جان. میگن که تور توتاندی ستا قرباندی، یعنی که هنرمند کلانترین چون دیگه چیز نداره اما هنرش هست که در خدمت مردم است. انشالله چرا نه. خب باز هم تشکر از حضورتان در برنامه هلال عید. آرزو دارم که خوش و خندان و زندگی سرشار از عشق و محبت داشته باشین. پس بیاین که یک آهنگ شما را بشنویم. پس ترگو پلیمو Sun
چپدے منس کے زیگی گرد غم پا ما ہم بار سی پروانستا دو دیش دریا برام خود چلی چلی بیا دیش دریا برام خود چلی چلی هشو قان پکی لوشو دلی دلی بیا دیش دریا برام سخن پکی لو شودلی دلی بیا دیز دریا برو خود چلی چلی بیا دیز دریا برو خود چلی چلی سخن پکی لو شودلی دلی سخن پکی لو شودلی Jahan
که کلی دیر شی دلی دلی به جهان که کلی دیر شی دلی دلی عشقار فکی کوشو دلی دلی بیا دیش دریا براو خو دریا برا او خود دلی دلی عشق خر فکیل او شود دلی دلی عشق خر فکیل او شود دلی دلی عشق خر فکیل او شود دلی دلی عشق خر فکیل Lausu dalita. Mera manana, mera bani, khushal ho. خب مصطفی جان، تا حالا خب برنامه بسیار رنگین و پرجوش بود. بیاین که بخش دیگه برنامه خود را معرفی کنیم. آه یقینا مرسل جان. خب از جان دل در این بخش برنامه باز هم یک اجرای زنده محلی داریم که سمیر جان الفت و پسر عزیزشان سمیم جان برای ما و شما اجرا میکرد. با ما باشید. های دو سلام، ای وفادار سلام، ای دستای گوی میانی دوستان سلام، گل 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 دانه دانه، گل 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 دانه دانه، گل 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 دانه دانه، کسی کی عاشق نکم نمانه، کسی کی عاشق نکم نمانه. چرا قالین سرخ می تکانی، چرا خونی دلم را می ریزانی، چرا خونی دلم را می ریزانی، چرا خونی دلم را می ریزانی، نمی کردی از اول آشنایی، نمی کردی از اول آشنایی، گل 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 دانه دانه، گل 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 دانه دانه، گل 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 دانه دانه، کسی کی عاشق نکم نمانه، کسی کی عاشق نکم نمانه، گل 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 دانه دانه، گل 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 دانه دانه، با یادی رو یکیش خانم ترانه، با یادی رو یکیش خانم ترانه. گل 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 دانه دانه، گل 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 دانه دانه، گل
گل گل گل دانه دانه گل 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 دانه دانه کسی کی عاشق ناکام نمانه 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 Bye.
که به تو تنها بمان با من که به تو تنهایم که به تو شیدایم که به تو رسایم که به تو شیدایم قصه دل گویا قصه شیدایی با توی دنیای من با توی خوبا من قصه دل در آخرین لحظات برنامه هستیم و یک تشکری خاص از مصطفی جان که کوست ما بودن در این برنامه. خب وطنداران گل، آرزو دارم که چند لحظه که در برنامه هلال هیت با ما بودید، با ما و همکار نازنین مرسل جان مورد پسند شما قرار گرفته باشه، از اجراعات هنرمندای ما لذت برده باشید. باز هم عید یک و یک شما تبریک، آرزوی موفقیت هر کدام شما را دارم تا برنامه های بعدی هلال هیت در سال بعدی. یک و یک شما را به الله بی‌نیاز می‌سپارم. عید شما باز هم مبارک باشد.